فیلتر آنالیز تصاویر شرایط متفاوت داره که تو قسمت‌های دیگه برای تصویرهای دیگه گفتیم، برای اینجا هم دوباره توضیح میدیم. این تصویر از روش‌های دیگه یا روش که الان ابتدا میگیم یه بار فیلتر آنالیز شده. 11 پایین بنا به ویدیوهای 55 میدیم، چون این ویدیوهاش 55 ترشولد 45 بوده، پایین رو صفر میکنیم، بالا رو 20 میدیم بنا به ترشولد 45 و میاد در اینجا یک عدد 2، بعد از 20 بنا به ترشولد 1 و سپس 2-0. خب قالب تشخیص این که اینجا میبینیم از دو لکه رنگ تشکیل شده که هم شکل هم نیستن، ولی میتونه وجود منبعی رو تایید کنه یا تایید کنه که در کنار یک هدف قرار داره. به این وقتی میگیم در کنار یک هدف، مضمون اینه که امکان داره در کنار باشه، در کنار باید تصویرگیری که شاید مرکز هدف و اپراتور نگرفته، بنابراین نیست که حتما تصویر یا اون هدف در کنار این تصویر باشه. اینا مسائلی که باید اپراتور در نظر داشته. اینا حفره ها، چاله ها، جاهای صفر و تغییر یافته است، مثلا این مثلثی که اینجا میبینید. اگه بشه این مثلث رو خوب آشکار کرد در این قسمت، ببینید این مثلثی که در این قسمت اومده بالا، این بیانگر وجود منابعی از جریانات متفاوت دستسازه. این یک منبع دستسازه و متقابلا ترکیبش کاملا به صورت یک مثلث با یک خط به سمت بالاست و تغییرات عمومی زمین یا عادی زمین بیشتر مواقع اینجوری نیستش، میشه گفت نیست، ولی بعضی مواقع خب بعضی شکل ها امکان داره به هم نزدیک باشن، ولی در اینجا میشه گفت یه تغییرات عمده است. روش اصلی که بعد پیاده شه 11 پایین بنا به ویدیای 55 پایین رو صفر میکنیم، بالا رو 20 میدیم بنا به ترشولد 45 و میایم کد عددی 10 رو بهش میدیم. خب ما در اینجا میتونیم بیایم همین الان دوباره بریم به کد عدد 1 مستقیم و اینو 2-0 بکنیم. این الان روش مستقیمه، این روش اصلیه نیست، این یه چیزی شبیه اون روش است، ولی این نشون میده یه لکه اینجاست. خب این بیانگره که یه منبعی در اونجاست، بنابراین نیست که هدف اصلیه باشه. اینا نیازی نیست که اینجا انجام شه، ولی جهت آشنایی و وارد شدن به نحوه کاره. حالا اگه 11 پایین رو بنابر ویدیوهای 55 بدیم، پایین رو صفر کنیم و بالا رو 20 بدیم و سپس بیایم کد عددی 10 رو بهش بدیم و حالا اینجا میتونیم از اینترپولیت 1 تا 4 هر کدوم رو بریم ببینیم آیا در انتها دو قلو میده. الان اینجا اینترپولیت 1 رو دادیم، میایم بر روی 1 سیگنال بالا و بعد 2-0ش میکنیم. ببینید شرایط وجودی هدف رو با یه دولکه اینجا نداده. شرایط تغییراتی از زمین منابع اینجا وجود داره، ولی هدف اصلی رو ما در اینجا نمیبینیم با اینترپولیت 1ش. حالا این اینترپولیت رو میتونیم تا 4 هم بالا ببریم. حالا در اینجا میایم یه بار اینترپولیت 4 رو میدیم، کد عددی 11 پایین برابر ویدیوی 55 55 پایین رو صفر میکنیم، بالا رو میایم 20 بهش میدیم برابر ترشولد 45، کد عددی 10 رو بهش میدیم که تفاوت ها رو ببینیم. این دفعه از اینترپولیت 4 استفاده میکنیم و بعد میایم کد عددی 1 رو میدیم و بعد 2-0ش میکنیم. خب ترکیبی که اینجا اومده یک پیوستگیه. ببینید این نوع پیوستگی حالا امکان داره با یه هدف یه منبعی در اینجا باشه که این هدف این غیر متعارفان. این خط اومده به این سمت، این یعنی اینجا منابعی از منابع تغییریافته غیر طبیعیه، طبیعی نیست. و خود آینتی سایز ها رو وقتی میزنیم این شکل ترکیبی هم هر جایی که مشاهده کردید، اینا هم تغییراتیه که توسط منابع پدید میان، اینا هدف اصلی یا منبع اصلی نیست، تغییراتیه که شما به صورت پاپیونی هم در اینجا دارید میبینیدش. پس حتی تا 4ش هم که پیش بریم همین وضعیت هستش. باز اگه 11 پایین رو بهش بدیم، پایین رو صفر کنیم و بیایم بالا رو 20 بنابراین ترشوی 45 10، حالا میتونیم اینترپولیت 3 رو بهش بدیم. این اینترپولیت 3 این 1 در سیگنال بالا و بعد 2-0. ببینید دو لکه اینجا میاد.
ولی این دولکه هدف اصلی نیست. اگه این یه هدف کوچیک بود قابل قبول بود، ولی اینم باز منابع تغییریافته هستش که میتونه از منابع مانند مساله ساختمانی یا امثال اینها باشه، جاهایی که صفر شدن. پس در مجموعش کنن اینترپولیت ها پاسخ نداد. این برای اینه که اینترپولیت زدن و جریان تشخیص رو بتونید به دست بیارید و یادگیری کاملی داشته باشید. 11 پایین بنابر ویدیوی 55، 20 بالا بنابر ترشولد 45 و سپس کد عددی 10 و الان اینترپولیت دو رو این دفعه میدیم. همه رو داده بودیم، دو رو نداده بودیم دیگه. اینو میخوام بدونید که با این اینترپولیت ها میشه کار که حتی تا 6 و 7 و 8 و 10 هم میشه رفت. سیگنال بالا که یک رو داده بودیم، حالا میایم دو صفرش میکنیم. بازم چیزی به عنوان یک منبع هدف اصلی اینجا به هیچ وجه به ما نمیده. خب پس تا اینجا تو دید نبود. ببینید در فیلم های دیگه هم گفتیم در مرکزیت نیست. وقتی در مرکزیت نیست اصلا حساب کنید نیست. حالا این به خاطر اینه که اطراف اون رو جستجوگیشه، شاید هدف مورد نظر باشه. ولی اینجا این روشی که رفتیم 11 پایین رو بهش دادیم، بنابرای ویدیو 55 پایین رو صفر کردیم، 20 رو دادیم و بعد اومدیم کد عددی 2 رو دادیم و بعد 1 رو دادیم، این زمانی برای صحنه اصلی کار درسته که ما در روشی که با اینترپولیتا تو عدد 10 بالا 20 10 کار کردیم ما 2 صفر رو بگیریم. الان این دو لکه رنگ میاد، ولی این قابلیت تشخیص اون هدف اصلی رو به ما در مرکز هدف نمیده. اینجا فقط منابعی است، سفتی ها، سختی ها، تغییرات و شرایط ویژه ای است که ببینید الان 20 ش هم به همین صورت میاد. در حالت پایینی ها زیاد همشک بیاد اشکالی نداره، ولی بالا رو وقتی الان 20 رو میدیم ببینید ترکیبی است، منبعی در این دامنه، یعنی تغییرات هاتراکی یا تغییرات زمین، جاهایی که حفرن، چالن، نرم شدن یا کنده شدن، اینا همه در اینجا قابل مشاهده است. و اینجا یک لایه بسیار سفته که حالا اینو از روش‌های دیگه میشه برای تشخیص وجود اون منبع در نظر گرفت، که حالا اینجا زیاد دیگه این موضوع رو پیگیر نمیشیم چون خود هدف اصلی در اینجا وجود نداره که ما بخوایم روی این صحبتی بکنیم. چون 11 پایین هم که بهش بدیم برابر ویدیوی 55، ما حتی بیایم 5 بالا رو بهش بدیم، ببینید اینا باز تغییرات لایه‌ای هستند در اینجا، یعنی تغییرات دستی هستند. 1 و 2 0. ببینید این لکه میاد، این بنگرنی که ما اینجا تغییراتی مانند این و اینو از تغییرات دستی در زمین داریم. این تفاوتهایی که خود اپراتور باید متوجه بشه و از روی نحوه کارها به دست بیاره.